سلام در رویدادهای خبری امروز دوشنبه از استدیوی آزادی من جاوید نعیمی با شما خواهم بود یک تیاره باربری امروز در جریان بازگشت از قرغزستان به ایران انگام نشست در نزدیکی تهران دچار حادثه شد بر اساس گزارشات در این رویداد 15 تن کشته شدند اجزاد شماره, شماره از قربانیان رویداد امروز پیدا شده و تلاش های جستجو ادامه دارد تیاره 16 سرنشین و عملی پرواز داشت. اردوی ایران میگوید تیاره باربری از نوی بوینگ 707 که گوشت را از قرغزستان انتقال میداد در شهر کرج در شرق تهران نشسته استراری کرد. اما بر اساس معلومات تیاره از خط نشست بیرون شد و با یک دیوار برخورد کرد. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که تیاره مربوط قرغزستان بود اما یک سخنگوی میدان هوایی مناس در نزدیکی بشکیک پایتخت قرغزستان گفته که تیاره مربوط شرکت هوایی پیمان ایر ایران بود سخنگوی حکومت ترکیه میگوید آمریکا باید به مشارکت استراتژیک دو کشور احترام بگذارد و از هشدار دادن پرهیز کند پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که اگر ترکیه نیروهای کردی را در سوریه هدف قرار دهد واشنگتن انقره را از لحاظ اقتصادی بد تباهی خواهد کشاند وزیر خارجه ترکیه امروز گفت از این گونه تهدیدها چیز به دست نمیآید واکنش حکومت ترکیه امروز در برابر امریکا جدی بود ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در توییترش نوشت برای انقره هیچ تفاوت میان شورشیان گروه داعش و حزب کارگران کردستان وجود ندارد این گروه که تحت نام اتحادیه دموکرات کردها در سوریه مستقر است در حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش به ترکیه هشدار داده است که کردها را هدف قرار ندهد در غیر آن با تباهی اقتصادی از سوی آمریکا روبرو خواهد شد ترامپ همچنان به کردها هشدار داده که ترکیه را تحریک نکنند تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از سوریه کردها را شدیدا نگران ساخته و حالا آنها علاوه بر تهدیدهای شورشیان با هشدار عملیات نظامی از سوی ترکیه روبرو شدند انقره میگوید به عملیات علیه کردها ادامه میدهد در حال که روابط ترکیه و آمریکا با یک وضعیت بحرانی رسیده وزیر خارجه ایالات متحده در مورد حضور کشورش در شرق میانه با مقام های عربستان سعودی امروز گفتگو کرد سفارت امریکا در ریاض میگوید مایک پومپیو و شهزاده سعودی توافق کردند که تلاش را برای پایان دادن به جنگ یمن افزایش دهند مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا امروز با شاه سلمان برای 35 دقیقه و با شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای 45 دقیقه دیدار کرد. دو جانب توافق کردند که به هایشان برای عملی ساختن توافق ماه گذشته جهت پایان دادن به جنگ یمن میان نیروهای حکومتی در حمایت سعودی و حوسی ها که ایران حامی درجه یکشان هست ادامه دهند. ده پامپیو گفته که در مورد تحقیق روی قضیه جمال خاشقجی خبرنگار سعودی که در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شد نیز گفتگو کرده اما تا هنوز جزیات آن ارائه نشده است قرار بود وزیر خارجه امریکا از عربستان سعودی به کویت برود اما سفرش را لغو کرد علت در گذشته یکی از عقارب در خانواده همسرش عنوان شده است صدها تن امروز برای اهدای خون به شاروال گدانسک پولند در شفاخانه صف بستند این مقام پولندی دیشب توسط یک حمله کننده به ضرب چاقو شدیداً زخم برداشت و عملیات او امروز برای 5 ساعت طول کشید برای باشنده های شهر گدانسک نجات جان شاروالشان مهمترین کار برای امروز است نخستین بار است که خون اهدا می کنم. این یک واکنش به درخواست است که برای اهدای خون به پال ادمویتس شاروال گدانسک صورت گرفت. بر اساس ویدیوهای نشر شده پاول آدامویتس که 53 ساله است در جریان یک مراسم جمعوری ایانه از سوی یک حمله کننده با چاقو هدف قرار گرفت و شدیدن زخم برداشت. مرد حمله کننده از محل رویداد گریخت و در میان جمعیت بزرگ از مردم رفت اما به زودی از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شد و تایلند میخواهد تیاره های تولید کننده ابر را برای کاهش هوای آلوده بر فراز شهر بنکاک به پرواز دراند پایتخت تایلند بنابر افزایش جمعیت و نبود باران با تهدید جدی هوای آلوده روبرو شده است آلودگی هوا هر شهر را تهدید کرده می تواند اما باید برای جلوگیری و کاهش آن تلاش شود هوای شهر بانکوک به شدت با دود، گرد و خاک و حتی مواد کیمیایی آغشته است که باعث بیماری و آلودگی جدی می شود حالا می خواهند توسط تیاره های تولید کننده ابر موادی را در فضا بپاشند که ابر مصنوعی بسازد و در نهایت باران ببارد با چون این کار هوای شهر نسبتا پاک شده می تواند و آلودگی آن خیلی کاهش می آمد. باران مصنوعی حدود 50 سال پیش برای نخستین بار در امریکا تجربه شد در ساختن ابرهای مصنوعی از کتله های یخ و آیوداید نقره استفاده می شود ابتکار جالب برای تولید باران مصنوعی در تایلند سپاسگزارم که با استدیوی آزادی امراه بودید تازه ترین خبرها و گزارش ها در صفحه اینترنتی ما و فیسبوک و تویتر رادیو آزادی در دسترس شماست وقت هر یکتان خوش